درود میفرستم خدمت همه ایزان اتفاقات لبنان اتفاقاتی است که لحظه به لحظه به قول یکی از این تئوریسین های آمریکایی که میگفتش که ایران با فرستادن نفت و بنزین برای ساتراپ لبنان خودش و متحد خودش حزب الله لبنان که در حقیقت یکی از متحدان استراتژیک و بسیار مهم ایرانه اومده و یک طوفان ژئوپلیتیک را انداخته و این خیلی اتفاق بزرگیه و آقای حسن نصرا یک سخنرانی داشتن در چند روز گذشته در مورد اینکه خود لبنان کلی ذخایر نفت گویا داره و تا الان هیچ کدوم از شرکت ها مثلا نرفتن اونجا این نفت ها رو بخوان استخراج کنن خب طرف های اروپایی برای در حقیقت برنامه بزرگتر خودشون که حمایت از رژیم نامشرویه اسرائیل هست و دنبال این هستن که اسرائیل بتونه تو منطقه جاباز برای خودش جاباز بکنه نیازمند این هستن که منطقه خالی از سکنه بشه که اسرائیل خیلی راحت و به صورت سهلتری بتواند که بخش های مختلفی از منطقه ویژه اینجا منظورمون لبنانه را تسخیر بکنه وقتی لبنانی در لبنان زندگی نکنه دیگه خطری برای اسرائیل وجود نداره و اسرائیل خیلی راحت میتونه اونجا رو بعدا در زیر مجموعه افکار خودش و دکترین اسرائیل بزرگ خودش بگنجاند و یکی از بحثایی که در لبنان دارن تلاش میکنن که وضعیت اقتصادی بسیار بد باشه و فشارهای اقتصادی گستردهی به مردم لبنان وارد میکنن یکی از بحثاش همینه اینا اهدافشون اینه که مردم لبنان رو در فقر نگردانن تا باعث مهاجرت مردم از لبنان بشن و از اون دارن تبلیغات میکنن با شهرکسازی های گسترده که باعث مهاجرت یهودی های دنیا به بخش فلسطین اشغالی و اطرافش بشن و با شهرکسازی ها بتونن حالا در دکترین اسرائیل بزرگ و عرض موعود خودشون بتونن جامعه عمل بپوشونن خب یکی از همین ها اینا چون اینا رو باید میشناختیم اینا زیر های بحثه بعد بشناسیم که چرا امروز نفت لبنان استخراج نمیشه و شرکت هایی که الان همه نفت خارن در آم... آمریکا، اروپا اینا همه دنبال نفتن چه اتفاقی افتاده که این کشورهایی که طمع دارن به نفت جهان در مورد لبنا این طمع را ندارن و اصلا تلاش میکنن که این نفتم استخراج نشه دلیلش همینو گفتم چون الان بخوام بیان چاه نفت و اینو بزنن بالاخره خیلی از لبنانی ها برمیگردن در لبنان شروع به کار میکنن آبادی بالاخره هر چقدر هم آمریکا و غرب نفتی که استخراج بشه بخوان بدزدن به هر حال نفت باعث ایجاد آبادانی میشه و با توجه به اینکه حتی اگه دزدی هم بشه که میشه توسط شرکت های غربی اما جلوی این سود آوری برای لبنان نمیتونن در نهایت بگیرن و این در اون بحث دکترین ارز موعود اسرائیل در حقیقت در تناقض کامله حالا اینجا حسن نصرالله میاد چیکار میکنه یعنی ما باید بدونیم که حسن نصرالله وقتی صحبت داره میکنه و ایشون رهبر ساتراپ لبنان ما هستش و داره اونجا تلاش میکنه که برای ایران بزرگ بتونیم دوباره اون امپراتوری تشکیل بدیم که یکم مهره های اصلیمون در این حوزه آی حسن نصرالله باید بشناسیم که فضا چگونه است و صحبت ایشان در این لحظه تاریخی چقدر مورد در حقیقت اهمیت جو اقتصاد منطقه و حتی ژئوپلیتیک منطقه است و اصلا چقدر مسائل رو دگرگون میکنه که ایشون میاد میگه که آقا حالا ما باید نفت لبنان استخراج کنیم و ما میدانیم که کشورهای اروپایی این کار نمیخوان برای ما بکنن آمریکایی‌ها نمیخوان بکنن ما میریم از شرکت های ایرانی میخوایم که بیان این کارو بکنن و شرکت های ایرانی ببینید به قول آقای خامنه‌ای میگفتن آقا به ما هم میگفتن بعضی از این وزیر وزرامون میگفتن که ما حتی مدیریت هم نمیتونیم بکنیم یکیش همین برادر آقای خاتمی بود میگه اصلا ما باید میریم مدیرم بیاریم ما توانایی هیچ قضیه ای رو نداریم یکی دیگه از این عقب افتاده و تئوریسین هاشون مثل تایزاده ها و زیبا کلام هاست که اینا کلا میگن ایرانی نمیتواند و ما نفت تولید میکنیم نفت خامو میدادیم غربی ها اینا برای ما براش میمونن فناوریش میکردن بنزینش میکردن با ارزش افزوده معذرت میخوام میکردن تو پاچه ملت ما و شما دیدید وقتی که ما فعل خواستن رو صرف کردیم همین سعید محمد ها همون مهندس دوستی ها اینا آسین بالا زدن و این ستاره خلیج فارس تمام قواعد بازی در حوزه بنزین رو برای ما عوض کرد ما الان یکی بزرگترین صادر کنندگان بنزین در جهان هستیم نه تنها نفت بنزین تولید میکنیم با ارزش افزوده میتونیم بفروشیم خب پس شرکت های ایرانی توانایی دارن برعکس اون چیزی که میخوان به ما القا کنن که آقا این شرکت ها مثلا کلا ایرانی ها هیچ کاری نمیتونن دست و و باید سی ها بیان کارا رو بکنن حالا حسن نصرا تهدید میکنه میگه همینایی که در ایران تونستن یه همچین کار بزرگی بکنن اینا بیان نفت لبنان استخراج کنن یعنی تمام قواعد بازی به صورت گسترده عوض خواهد شد و کفه ترازو به نفع منافع ملی ایران و جبهه مقاومت و بر ضرر در حقیقت مافیای برآمده پسا جنگ جهانی دوم تغییر خواهد کرد مثل صحبت های آقای حسن نسلال رو گوش کنیم میگم صحبت ها رو باید زیر ساختاش رو بشناسیم بعد این توضیحات رو میدادم تا بعد برسیم به صحبت ایشون ببینیم ایشون چی میگه این شیر نفت دست دشمنان باشد ما باید متکی خودمون باشیم زخایر خودمون باشیم به چشممون به دشمنان نباشد بیشتر از این میخواهید اگر وقتی بیاید حالا ارتباط دارد با نفت و گاز اگر شرکت هایی نه نمی تواند بیاید حفاری کنند میترسه از اسرائیل و از تحریم آمریکا امریکا می باز هم ما آماده این شرکت های ایرانی را بیاوریم و خیلی هم تجربه و خیلی هم, هم الهاز فنی هم پیش رفته هستن و بیاید و جرعت کنند اسرائیلی ها به اینها نگاه چپ بکنند این نفت و گاز مالی لبنانی باید خارج بشود استخراج بشود نباید بماند نباید همینجوری بمونه نباید زیر زمین ذخيره. دارن به ما دروغ میگوین دارن دروغ <ماللوم> میگوین که که بله مثلا اینجا نعه چیزی نعه نه چیزی نیست و اصلا صرف اقتصادی نیست سبحان الله اینا چقدر دروغ میگوین ببینین قبرس رو ببینین و ترکیه و کل دریای مدیتران دریای دریا دریا سفید همه دارن جنگ دارن كه که بله میگوین که اونجا انبارهای زیادی اونجا <applause> زخایر زیادی از نفت و گاز بوده کی باورش میشه که صرفه اقتصادی ندارد گاز و نفت لبنان یکی از اینها من از الان باز هم دوزشوای. باز یه دوز بالاتر ببریم دیگر من باز هم یه پیشنهاد بدم به حکومت لبنان آینده حکومت آینده آتی لبنان بقیه بحثا رو نمیخوام مطرح کنم ببین این خیلی نکته مهم بود که آقای حسن نصرالله بیان کرد و یک در حقیقت آتشی رو به نظر من در اتاقا و اندیشکده هایی که پشت مثل اندیشکده بگین سادات که پشت نخست وزیرای اسرائیل الان هم اومده و قشن مشاوره های دقیقی برای تجزیه ایران به آقای نف این یارو نفت بنالته چیه اسم نخست وزیر در حقیقت اسرائیل بنت اومده نفتالی بنت اومده در حقیقت به اون اومده و باورها و جریانات رو خودش اومده بررسی کرده برای تجزیه ایران مثل بگین سادات و الان یک ولوله ایشون انداخت در اتاق نخست وزیری اسرائیل و نفری این بنت نفتالی امروز من چرا اسم اینو دارم اشتباه میگم <تصفح> نفتالی بنت نفتالین بگیم لازم اسمش تو در اسمی چرخه نفتالی بنت <تصفح> چون رفته به بایدن هم صحبت کرده یه خود شکر ایران هم خوردن حالا برنامه ای داریم در مورد این نفتالی بنت که برگشتن گفتن دوباره فیلشون یاد هندستون کرده بعد از شکسته که داشتن دوباره برگشتن سر خونه اول و گفتن که همه گزینه ها رو میزه حالا چنان رو میزشون رو براشون رو, رو کنیم که خودشون باورشون نشه این صحبت به بر حال ولوله ای در اتاقهای فکر و اندیشگرای های آمریکایی انداخته و اگر نفت لبنان استخراج بشه توسط شرکت ایرانی یک انقلاب بزرگ اقتصادی در منطقه توسط ایران رقم میخوره و این یکی از اون در حقیقا معلفه های تصریب بخشی در راستای امپراتوری ایران بزرگه این خیلی نکته مهمیه و صحبت های آقای حسن نصرالله در هفته پیش به نظر من خیلی مهم بود کم یک مقدار برجسته شد باید برجستش میکردیم خیلی ممنون و سپاسگزارم که این بخش از صحبت ها رو شنیدید و شما عیزان و خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم پاینده ایران و این از دست نفتالی بنت که زبون من نچرخید <laughs> کلی اصحاب من خورد کرد کلا اینا تو زبون نمیچرخند نه اصلا میدونید کلا نچسبن اینا نمیچسبه کلا اینا انقدر که پلید سرشتن با اینکه من از صبح دارم ده بار در مورد این مرتی که نفتالی بنت میخونم انقدر اینا واقعا انسان های پسیفی هن دوست نداره این جماعت رو بشناسه اصلا یکی از بدی های شغلی که الان من دارم و دارم برنامه سازی میکنم اینا اینه که مجبورم چنین جانوران خطرناکی رو در موردشون تحقیق کنیم بشناسیم اصلا چرا ما باید مثلا نفتالی به بشناسیم ولی متاسفانه اینا امروز در دنیای پیرامون ما دارای قدرتی هستن دارای معلفه های بازی هستن و باید اینا رو شناخ و متاسفانه چون خوشمون نمیاد از اینا از اینا رو بشناسیم این جماعت رو بشناسیم با وجودی که کارمونه باید بشناسیم ولی چون دلمون نمیخواد بشناسیم نام واقعا پلیدشون هم بر زبان ما نمیتونه جاری بشه پاینده ایران و همه شما عیزان رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود